خسته که نشده آقای دکتر؟ نه خیر بفرمایید. خیلی خب پس شروع کنیم دیگه. بچا شروع کنیم. 3 2 1. آقای دکتر سوالی که می‌خواستم ازتون بپرسم راجع به یه ترکیبه که این ترکیب به زعم من فکر می‌کنم می‌تونه خیلی جذاب باشه. موفقیت و خانواده. می‌خواستم نظر شما راجع به این ترکیب بدونم. بله خب اکثر رجل سیاسی که در کشور مشغول فعالیت هستن اینا بخش اعظمی از موفقیت خودشون رو مدیون خانواده های خودشون هستن و خب به طب من هم از این قاعده مستثنا نیستم. من یه خواهری دارم که سال هاست به همراه ما زندگی میکنه، زحمت ما رو میکشه. یه دختری به هر حال یک خانواده‌ای دارم که اگر صبوری اینها نبود من واقعا نمیتونستم تمام و کمال همونطور که فامیلی من هست کمال در خدمت مردم خوب کشورمون باشم. ببخشید. کات نه اشکال نداره، راحت باشین. فقط میتونین که میکروفونشون آره این کتشون هم صاف کنین. بله مرسی. تشکر. آماده ای آقای دکتر؟ بله بفهمی. 3 2 1. آقای دکتر سوال بعدی که میخواستم با توجه به شرایطی که شما الان دارین، حالا دوستانی آشنایانی اطرافتون شاید مثلا از این موقعیت شما سوء استفاده یا استفاده چیزی بکنن ها؟ نه خیر من خب نه. این فکر میکنی ذهنیت از خودت دور کن. پدرت تو رو خیلی دوست داره. آره خیلی منو دوست داره. گفتی بهش؟ 200 تومن پول کمیه؟ پول کمی که نیست. بازم بهش بگم برفت خوب گوش میکنه. اگه به حرف من گوش میدادین اوضاعی من نبود دخترم. آرماندس من فکر کنم دوستان باید ورود پیدا کنن ولی قیمت سکه از این که هست در بازار خیلی هم بالاتر میره. چاره نیست. بله شما بگید دیگه. من گزارش کامل خدمت شما میفرستم. دارم میام. خداحافظ. طوری شده آقا؟ نه هشتونی. جرن دو چرخه چی بود؟ یه قدیمی شده بود برا دخترمه. فروختم یه جدید چی بگیرم. خب من گفته من خودم خریدمش. بریم. باشه چشم. زندگی آیه از روزی که سارا کمال می‌خواست تصمیم خطرناکش رو عملی کنه شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. از دوران کاریش بیشتر از 15 سال می‌گذشت. هر روز و هر ساعت با آدم‌های مختلفی سر و کار داشت که بی‌قرار و سردرگم در پیله تنهایی خودشون دنبال راهی بودن تا پرواز رو تجربه کنن. وقتی از پنجره اتاقش به خیابون پر رفت آمد نگاه می کرد،
شهر رو با تمام خستگیاش میتونست ببینه. دخترهای سردرگم و آشفته و مادرهایی که چشمای نگرانشون به این طرف و اون طرف میچرخید. سارا یکی از ده ها دختری بود که میشناخت و از روحیاتش باخبر بود. افزایش قیمت سکه به طور مستقیم تابع افزایش قیمت طلا در بازاره. اگر قیمت طلا افزایش 2-3% رو نشون بده اما افزایش قیمت سکه رشد 20% داشته باشه، این یعنی چی؟ یعنی دست‌هایی در کارن. باشه دیگه، باشه، من الان رسیدم خونه. میتونید برای من عکس‌ها رو می‌فرستم برات؟ انجام شده. بهت زنگ می‌زنم. بله. خدمت شما و مردم شریف عرض کنم که یه پرونده در این زمینه تشکیل شده که طی چند روز آینده حتماً به قوه قضاییه ارجاع میشه. این تثبیت قیمت ها از چند جهت میتونه مفید و فایده باشه که در جهات رشد اقتصادی بسیار به ما کمک میکنه و ما در این زمینه طلای منو شما برداشتید؟ و بانک مرکزی در این زمینه یه طرح خیلی مفصلی داره که در کارگروه تخصصی ما در حال بررسی است. بله، به هر حال من خدمت شما عرض کنم و همه مردم شریف که این مشکل به زودی ظرف همین یک هفته حل میشه و حباب قیمت ها میشکنه. ببخشید من مستر هستم، باید از حضور شما خداحافظی بکنم. خداحافظ شما. طلای منو شما برداشتی؟ بله من برداشتم. واسه چی؟ من شما طلا داری؟ از کجا آوردی؟ من پول تو جیبی شما رو نمیدم. پس اینا گو طلای من پول من. مال شما هست ولی حق نداری سر خود و بی برنامه مصرفش کنی. سارا من از دست شما به شدت عصبانی هستم. تصمیم داشتم یه فرصت مناسب با شما حرف بزنم که اومدی وسط برنامه مزاحم من شدی. همکارای من اطلاع دادن که از یک سایت، یک این سایت های کذایی، یکی از وسایل خونه ما به فروش گذاشته شده. چی بوده؟ اون دوچرخه مال خودم بوده. باز گفت دوچرخه من. باز گفت دوچرخه من، پول من، طلای من. انقدر من نکن دختر. تو این زندگی هیچی مال هیچ کس نیست. همه چیز مال همین زندگیه و این زندگی یک صاحب اختیار داره، اونم منم. من اجازه نمیدم کسی با بی برنامگی همه چیزی رو که با خون دل جمع کردم به باد بده. من این مقدار پول میخواستم، شما هم ندادید، مجبور شدم خودم جورش کنم. چه کاری؟ این چه کاریه که من نباید ازش خبر داشته باشم؟ مجوزی برای انجامش ندادم ها؟ با همه علاقه‌ای که بهت دارم میخوام بهت بگم دخترم، اگر پا کج بذاری نابود میشی. تو هنوز به سن قانونی نرسیدی، خیلی چیزا رو نمیدونی. پا کج بذاری هم خودتو نابود میکنی، هم منو نابود میکنی، هم عمه خانومو از زندگی ساقط میکنی. فکر میکنی کسی دلش برای ما سوخته؟ نه دخترم نه. حزب مخالفین همشون منتظرن تو یک کار خلاف عرف بکنی، منو به لجن بکشن. اون وقت نه زندگی داریم نه آبرو. اما اون طلا مال مامان من بوده. هی نگو مامانم، نگو مامان من. مامان تو منم. نه اون کسی که تو اسم تو رو نمیاره. سارا بابا گوش کن. چرا هنوز یاد نگرفتی با جوان چطوری صحبت کنی؟ خوشی پس چرا نمیبینمت؟ رسیدم. کدوم ماشین؟ با تو همین ماشین هم میگه ماشین. آها فلاشر بزن. دیدمت.
کاش که تابستون بود میتونستیم ستاره ها رو ببینیم. تو این هوای تهران ستاره کجا پیدا میشه؟ تابستون ها به خاطر گرمی هوا راحت تر دیده میشن. تو میدونستی ما توی کهکشان زندگی میکنیم؟ کهکشان چیه؟ ما رو زمین زندگی میکنیم. نه خنگول، کهکشان راه شیری رو میگم. یه نوار روشن این الماسای برق‌برقی که دور آسمون کشیده شدن. تابستون ها رفتی مرنجاب؟ کجا؟ کویر مرنجاب. اولا ما بیشتر میگیم شمال. ما یعنی کی؟ من و مامان بابام دیگه. تا حالا با دوستات نرفتی مسافرت؟ والا راستشو بخوای نه. بچه ننه ای دیگه. تابستون وقتی رو شنا دراز میگشی ستاره انقدر بهت نزدیکن که میتونی مش ستاره بچینی از آسمون. میلیون ها الماس، میلیارد ها. چی میشد الان یکی سه پر الماس پیدا میکرد؟ که چی بشه؟ که پولش کنیم دیگه، با هم بریم یه جای دور که دست هیچ کسی بهمون نرسه. خب حالا تو بگو. چی بگم؟ یعنی تو هیچ آرزویی نداری؟ آرزو که دارم، مگه میشه نداشته باشم؟ دوست دارم یه دستگاه داشته باشم باش کل دوربینای شهر رو ناکار کنم، اتوبان‌ها رو تخته‌گاز بگازم تو تاش. آها، بعد با کدوم ماشین؟ معلوم با این دیگه. با این که 240 تا بیشتر نمیره. کمه مگه؟ خب آره دیگه، مثلا دوست داشتم یه ماشین داشتیم 700 تا میره. خب میخوای با همین این 700 تا برم؟ نه دیگه، تو میدونی من چه ماشینی دوست دارم. معلومه اینو دیگه. نه دیگه، ماشین مکوئین رو دوست دارم. مکوئین کدوم بود؟ همون راننده تازه کاره، ندیدی؟ نه والا ندیدم. این مکوئین یه راننده تازه کاره که همیشه برنده میشه و همه رو میذاره زیر پاش تا برسه به هدفش. مرسی. ببخشید. میگم ببخشید دیگه. چرا نزدی شتکش کنی؟ کیو؟ همون پسره رو. بابا سارا، من حوصله در سر ندارم. یعنی حوصله اینم نداری که به بابات بگی؟ نه چیو بگم؟ خودم و خودتو دیگه. چرا باید بگم اون وقت؟ چرا باید بگی؟ مسخره کردی منو؟ مگه قرار نبود باهاش حرف بزنی؟ عقلم کمه یه مشکل جدید اضافه کنم؟ الان من شدم مشکل جدیدت؟ نه الان نه، ولی بهش بگم که میشی. خب پس یعنی کی میخوای بگی بهش؟ آبم نمیخوای برام واسط بگیرم؟ حرفو نپیچون، کی میگی بهش؟ ای بابا سارا، با ما هنوز خیلی بچه ایم، خودمون علکی بندازیم تو ازدواج که چی بشه؟ چرا نزدیش؟ گیر دادی تو همه. ببین شما جفتتون رو مخمین، هم تو همون یارو. های چکار میکنی؟ اسم شبیه. بابا چقدر بهت بگم تحمل کنم چی درست میشه؟ دیگه چقدر باید تحمل کنم؟ اون از بابام، اینم از تو. آقا دیگه چند بار بگم من دیگه دوست ندارم توی اون خونه زندگی کنم. آروم باش بابا، زشت جلو مردم. من آرومم، فقط تو باید به من جواب پس بدی. بابا من الان تو رو نمیتونم از اون خونه بیارم بیرون. بابا بفهم دیگه تو هم. ولی قبلا که یه چیز دیگه میگفتی. قبلا بود، الان الانه. خیلی خوب باشه. بابا کجا میخوای بری؟ کجا داری میری؟ به تو مربوط نیست، برو کولم از تو ماشین بیار. چیکار میخوای بکنی؟ هیچ ربطی به تو نداره، گفتم برو کولم رو بیار. بابا Thank you.
به هیچ وجه، به هیچ وجه نباید بفهمه کسی، مراقبشه. دیر وقته، ممکنه اتفاقی براش بیفته. اگر توی درد سر افتاد، اون وقت خودت نشون بده. باشه چشم. خداحافظ. 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 ببخشید خانم. سلام. این موقع شب اینجا چیکار میکنی؟ دارم میام خونم. بفهم ما میرسونیم تو. آقا من نه بچه‌ام نه موهام بیرونه. مشکل موهاتون نیست. یه دختر خانم این موقع شب نباید بیرون باشه. مگه این مزاحما رو ندیدید؟ شما که همش میگید همه جا امنیته، پس الان چی میگی؟ امنیت هست. ولی آدمای مریض هم همه جا پیدا میشن. خونتون این طرفاست؟ نه. لطفا سواشید ما برسونیمتون. آقا من اصلا خونه ندارم. من اصلا هیچکیو ندارم. اینا چی بود انداختید اینجا؟ کدوم؟ مگه اینا برای شما نیست؟ نه من نمیدونم، مال من نیست. خیلی خوب، همه چی تو کلانتری مشخص میشه. بفرمایید. مرکز قائم دو، لطف کنید همکارای خانم اعزام کنید و موقعیت صفر دو. بفرمایید. بله، سلام علیکم. سارا رو گرفتم بردم. کجا؟ کلانتری. من کاری نمیتونم بکنم، خودت باید بیای کلانتری. باش، شما برو به زندگیت برس، خسته نباشی. میخوای بیام دنبالت؟ لازم نیست، لازم نیست. میگم زودتر خودت برسون که شب نمون تو کلانتری، خوبیت ندار برای دنبالت. یه شب که جای گرم و نرم نداشته باشه، ها، وقت آدم میشه. خسته نباشی. خداحافظ. خداحافظ. زندگی خیلی قشنگه. اینو با تمام وجودش حس میکرد. حتی الان که سکوت لحظاتش رو بیشتر از قبل پر کرده. با صدای اذان صبح چشم باز میکردن و زندگی درها رو بروشون باز میکرد. همیشه تو اون صبحای نیمه تاریک که هنوز سپیده آسمون رو روشن نکرده، زمزمه های علی بهش میگفت یه روز دیگه شروع شده، با همون نظم و ترتیبی که از روز ازدواجشون شکل گرفته. توی دفتر کارش آدمای جور و جور دنیاشو پر می‌کردن. کسایی که به هر شکلی با یه مشکل روبرو می‌شدن یا می‌خواستن جلوی یه مشکل رو بگیرن. بعضی وقتا فرصتی پیدا می‌شد تا به جایی که بهش تعلق داشت سری بزنه. کتابخونه‌ای که متصدیش یکی از دوستان دوران دبیرستانش بود. بعد از ساعت کاری کلیدو می گرفت و در حالی که کتابا دور تا دورش رو گرفته بودن می نشست و به سرنوشت خودش و آدمای اطرافش فکر می کرد. جایی که می تونست آرامش مطلق رو تجربه کنه. من نگاه کن. از این شب هرچی ازت می پرسم جواب نمی دی. یا الان جواب می دی یا می فرستمت بازداشتگاه. آخه چی باید بگم؟ اسم چیه؟ نعیم روانبخش. اسم پدر؟ نعمت. شغلش چیه؟ پدرم جوشکاره، بند خدا همیشه شهرستان نیستش هیچ وقت. کاری هم به کار ما نداره. مادرت چی؟ مادرم هم که تو خونه های مردم کلفتی میکنه. خرج 4 تا دختر و 3 تا پسر جوری نیست که پدرم تنهایی بتونه از پس خرج و مخارجشون بر بیاد. اون ساعت شب تو خیابون چی کار میکردی؟ چی کار میکردم؟ داشتم پیاده میرفتم خونم. گزارش دادن که موقعی که داشتم بازداشت میکردن طلاعات ریخت تو سطل آشغال. برای چی این کار کردی؟ طلا؟ بله طلا. من اصلا طلا نداشتم، نمیدونم واسه من نبوده. طلا نداشتی. زنگ بزن خانوادت بیا. نمیخوام تو درد سر بندازم بشون، شما هر کاری که قانون میگه رو انجام بدید. سارا کمال رو از قبل میشناخت. چند بار تو ملاقات‌های مختلف اونو دیده بود.
اون روز حتی فکرش هم نمی کرد سرنوشت این دختر تنها و تک افتاده روزی زندگیشو دستخوش تغییر میکنه. به روال هر روز بچه‌ها برای رفتن به مدرسه آماده شده بودن. علی هم طبق معمول تلفن رو دستش گرفته بود و با همکاراش حرف میزد. بیشتر کاراشو تلفنی انجام میداد. کار میکرد و برای پرونده‌هایی که زیر دستش بود خودشو به این در اون در میزد. بعد از گذشت ماه‌ها هنوز صدای زنگ تلفن توی گوشش میپیچه. انگار یه صدا از عمق وجودش هر لحظه بهش میگفت قراره یه اتفاقی بیفته. یه اتفاق عجیب که هیچ کس منتظرش نیست. مثل یه هشدار. اما چطور ممکنه یه تلفن ساده توی صبح خیلی خیلی معمولی اینجوری بتونه سرنوشت آدم رو عوض کنه؟ بله. سلام خانم موسوی. سلام. دختر خانمی به نام نعیمه روانبخش آوردن اینجا. فقط اسم و فامیلشو گفته. نه آدرسی، نه شماره تلفنی. سابقه نداره؟ به این اسم و فامیل که نه، چون اصلا معلوم نیست همینش هم راست گفته باشه. جناب سرهنگ گفتن اول با شما تماس بگیرم. اگر صلاح دونستید بفرستمش دادسرا. بره دادسرا جرمش ثابت بشه میفرستنش کانون. من ترجیح میدم قبلش باش صحبت کنم. به خاطر همینه جناب سرهنگ گفتن با شما سلام مشورت کنم. خیلی خوب، من تا یه نیم ساعت دیگه خودمو میرسونم مرکز. بفرستینش باش حرف بزنم. خداحافظ. صبونتون تموم شد؟ داریم میخوریم. مصطفی کو؟ دقیقا کجا پیدا شد؟ نه آخه تو یه بار میگی دم در، یه بار میگی وسط پذیرایی. به هر حال بگو پیشگی دستی چی نظره تا بچه های تخشیص هویت برسن. خداحافظ. بابا ببین همسایه ها صدای دعوا نشنیدن چون ممنوعه دعوا میشه بعد یه نفر کشته میشه. شما داری صبونه میخورین یا به تلفن من گوش میده؟ این گوشش خیلی تیزه. آخه من از دست تو چی کار کنم؟ یه روز سرش درد میکنه، یه روز پاش درد میکنه، یه روز سلام علیکم. سلام علیکم. صبح بخیر. صبح بخیر. الهی فداش بشم، من واسه داداشش لقمه گرفته. بخور. صبح بخیر. میخواد بره مهد کودک مگه نه؟ نمیخوام برم. چرا ماما؟ دوست ندارم. بریم مهد کودک بازی کنی. آخه معمولا دیگه میرسه مدرسه. من روشو به خاله مهرو یتیم بشه. آفرین مامان. علی با بچه‌ها میز رو جمع می‌کنی، من باید تا یه نیم ساعت دیگه مرکز باشم. آره باشه، فقط زودتر جمع جور کن تا ببریم اینا رو برسونیم، خودمون دیرمون میشه. بچه ها سعی صبحونتون رو بخوریم. هر وقت خوردی بگی من جمع کنم. خیلی نوش جانتون. کیف و کتابا جمع شده؟ داداش بیا لقمه بخور، صبونه نخوردی. باشه باشه، تا یه جای خودم میام. نه دیگه، بچه ها رو میرسونم بعد میریم دنبالشون. فقط یه سرم بعد بریم سراغ مالخره. انشاءالله امروز پیداش میکنیم. ای بابا، پا الان من چیکار کنم؟ اصلا تو برو، من خودم میام. پا من برم. برو. خداحافظ. یه ساعت ما رو گذاشته سر کار رو میگفتی دیگه از همون اول. اکبر بود؟ بله. راجب اون موضوع چیزی نگفت؟ من فکر میکنم اکبر نگران مادر خواهرشه. نگران چیه؟ یعنی چی؟ ماجرای فاصله افتادن و اینجور چیزا. نه بابا، پروین خانم خودش خیلی راضیه بنده خدا. اکبر از چی میترسه اصلا؟ نمیدونم. به هر حال عشقش مادرشه دیگه. تو به اکبر بگو بهتر از مهرو پیدا نمیکنه. میشه بپرسم مهرو خانم چرا تا حالا ازدواج نکرده؟ نمیدونم، پرسجو نکردم راستش. نکنه اصلا نخواد. نه بابا، اگه نمیخواست که اینقدر روی خوش نشون نمیداد.
نمیدونم. به هر حال ببین هر دو باید بخوان. وگرنه ما نمیتونیم الکی پادر میونی کنیم. بله. جا پیش خاله مهرو مصطفی بازی کنه با خاله مگه نه؟ ولی اینجورو نگاه کن. بابا تو هم اگه جای من باشی 2000 جا بری خواستگاری به زن ندن رویت خراب میشه، اعتماد به نفس از دست میدی. تو خودت مردش نیستی، با مادرت افتادی سر لچ. آقای محترم من قیافم یه جوریه که اصلا میرم هر جا خواستگاری بهم جواب مثبت نمیدن. ببین این دوست آیه کیس خوبیه، یه جوری تو رو کاملت میکنه، متوجهی؟ یه آدم معقول کنار یه آدم نامعقول. خواست به خود باشه همشه درست میشه دیگه. ما ایشه میگه چاکری بابا سلام خوبی سلام. آقا اینا رو کجا میشه رد کرد؟ اینا رو اگه بری سر چهارراه شازن، اونجا یکی هست که همه‌شو می‌خره. چهارراه شازن کجاست باشه؟ شما اگه این انتها رو برید دست چپ میشه چهارراه شازن. دست درد نکنه. سلامت باشی. کودک آزاری. مامانش با باباش دعوا شده. تلافیشو سر بچه در آورد. با شلنگ زده رو پاش تفلکی رو. نه نه بگو. با اکبر صحبت کردی؟ همه هم این که این ترسایی که دارن از اینجور حیوانات رو مهرو چک کنم. ازشون مهرو ببخشید میبینم اتون شرله خدافز یه خاله اومد بگیرم. خوبی؟ این بچه کیه؟ میان از بهزیستی دنبالش، مراقب پاش باش درد داره. امشب برنامه چیه؟ چه خبره امشب؟ هیچی، شام خونه ما. شام به چه مناسبت؟ شام که مناسبت نمیخواد. تو کجا میری؟ یه دختر رو دیشب گرفتن، از خونه فرار کرده. برم ببینم چه خبره. میبینمت. مصطفی رو ندیدی؟ چرا، همونجا داره با بچه‌ها بازی میکنه. نعیمه روان بخش. هر موقع اسمای عجیب غریب میشنوم میفهمم خودتی. این کارا چیه تو میکنی سارا؟ تو رو خود اگه بابا اومد بهتون گفت منو بندازین زندان بندازینم. عقل تو کلت هست؟ از خونه فرار کردی؟ اولش نمیخواستم فرار کنم، بعد که پیش خودم فکر کردم گفتم حتی دیگه یک لحظه هم نمیخوام تو اون خونه بمونم. ساعت 1:30 نصف شب تو خیابون، من جای بابات باشم بد جوری باهات برخورد میکنم. من میگم میخواستم فرار کنم، شما میگید ساعت 1:30. بفرمایید. شما هم اینجا باش. پس با این بچه خوب رفتار کنی ها. دختر خودم خودم میدونم چطور باش رفتار کنم. سلام علیکم. سلام. ازت خیلی عصبانی هستم، ولی چون برات احترام و قائلم هیچی نمیگم. آقای کمال شما تشریف داشته باشین لطفا. بله سارا جون، یه لحظه بیرون منتظر باش، من میام پیشت. الهی من فداشم، تو شبی کجا رفته بودی؟ دلم برای تنگ شده بود. عمه جون من دیگه دست این وضعیت خسته شدم، انقدر حرف و تنه شنیدم. عزیز من اون پدرت اون که بعد تو رو نمیخواد. آخه اگه اون پدرم پس چرا اینجوری با من رفتار میکنه؟ ای بابا هیچ پدر و مادری بعد بچهشون رو نمیخوان دخترم. باور بفرمایید، باور بفرمایید، من بیشتر از هر کسی با سارا صحبت کردم. حکایت اون آدمیه که خواب میشه بیدارش کرد، ولی کسی که خودشو به خواب زده به مهر پدری نیاز داره. شما باید سعی کنین بیشتر در کنارش باشین. من به سن سارا بودم ازدواج کرده بودم خانم. خب اون دوران فرق میکرد. شما توی این 20 سال پستای مهمی داشتین، مدیر عامل بودین، مدیر ارشد بودین. این خیلی طبیعیه که وقت کافی برای دخترتون نذاشتین. باز خوب شما شرایط من متوجه میشین. خب شما وقتی گرفتاری کاری دارین باید جور دیگه جبرانش کنین. من به خاطر سارا ازدواج نکردم خانم،
مشکل سارا این چیزا نیست. خب این خیلی خوبه. شما به من بگی مشکل سارا چیه؟ مشکل سارا اینه که از بچگی تا حالا هر چی می‌خواسته براش فراهم بوده. همه امکانات مهیا بوده. برای هیچ چیزی زحمت نکشیده. بعد این چیزا ازش گرفته بشه که قدرشو بدونه. ولی من فکر می‌کنم شما اصلا نگران سارا نیستین. شما از بیرون به این ماجرا نگاه می‌کنید. نمی‌تونید درست قضاوت کنید. ولی من فکر می‌کنم تصمیم شما هم درست نیست. اجازه بدیم من با سارا صحبت کنم. من مطمئنم به یه نتیجه خوبی میرسیم. چه نتیجه ای؟ ها سارا تا چند روز بیرون از خونه نباشه قدر ما رو نمیفهمه. شما اصلا میدونین زندان چه جور جاییه؟ آدم ها رو واسه چی میبرن اونجا؟ همین دزدی جزء جرم ها محسوب میشه دیگه، درسته؟ دزدی؟ بله، چند تیکه طلا از خونه دزدیده. ببینین آقای کمال، همونقدر که شما از سیاست و اقتصاد سر در میارین، منم از تربیت نوجوانا سر در میارم. من فکر میکنم مشکل سارا باید توی خونه حل بشه. آها، یعنی هر وقت دلش خواست بره از خونه بیرون، هر کار بیرون دلش خواست بکنه، هر وقتم دلش خواست برگرده خونه، منظور شما اینه؟ نه، ولی زندان راه حلش نیست. خانم موسوی، خیلی ممنون که پیگیری میکنی. من تصمیم رو گرفتم، سارا باید بره زندان تا دادگاه تشکیل بشه. مرحمت زیاد. کاری کردم که قدر زندگی دی بیشتر بدونی. سکوت ها بیا. سارا جان، به نظر من اصلا صلاح نیست پاش به زندان باز بشه. وای، حالا میگی چی کار کنی؟ چون پدرش مدعی شده سارا دزدی کرده، ما باید تشکیل پرونده بدیم. ولی بهترین فکر اینه که یه وثیقه جور کنین پاش به زندان باز نشه. خانم وثیقه از کجا بیارم؟ بذار خودم یه فکری میکنم. دستتون درد نکنه. تو که آبروی منو بردی. من که کلن مایه آبرو ریزی همه دور بری همه. خب این همه حرف زدیم، تهش شد فرار از خونه، دزدی. چرا اینجوری میکنی سارا؟ اینا یعنی اینکه دیگه از دست بابام خسته شدم. گفتم تنهایی برم یه یکی دو روز واسه خودم حال کنم. خب دست خالی هم که نمیشد. تنهایی؟ حالا تا کی میخوای خودتو اسیر حامد کنی؟ اون اصلا منو نمیخواد. چی؟ دیشب بهش گفتم بیا من از خونه بابام فراری بده، فوقش با هم میریم اون ور پیش مامانم زندگی میکنیم دور از همه. خب چی گفت؟ خب گفتش که منو واسه ازدواج نمیخواد. یعنی اون همه حرفایی که با هم زده بودیم همش دروغ بود. منو میبری زندان؟ هیچ میدونی تو بری توی جمعی که هیچ ربطی بهشون نداری چجوری از اونجا میای بیرون؟ میدونی بابات ازت چه حکایت کرده؟ به جرم دزدی. دزدی؟ میگه طلا از خونه برداشتی. من که اگه میخواستم طلا بردارم همشو برمیداشتم. خانم موسوی ضمانت شونو کردن تا روز دادگاه بیرون باشه. خب حالا شب میام برادر با هم صحبت میکنیم. من اومدم سرای آش بخرم، با سارا جون داریم میام به طرف خونه. داداش جون شما الان عصبی هستی، اجازه بده با هم صحبت. سارا سارا ای داده بینا سارا واسه ببینم. هیچی دیگه، خیالت راحت شد گذاشت رفت. سارا سارا واسه ببینم سارا رفت. وای نفسم